به زبان ساده خب عزت نفس یعنی اینکه انسان پیش خودش عزیز باشه، پیش خودش عزت داشته باشه. این خب به زبان ساده است، ولی خب باز نم روشن نمی کنه که یعنی چی من پیش خودم عزت داشته باشم. من کی پیش خودم عزت دارم و کی پیش خودم عزت ندارم، فاقد عزتم. خب من دیگه نمیخوام وارد خیلی بحث‌های مفصلی بشم که هم میان فیلسوفان اختلافات فراوان ایجاد کرده، هم بین روانشناسان اختلاف ایجاد کرده. من چکیده و اساری اون رو عرض میکنم. ببینید عزت نفس اینه که شما از میان این سه تا ویژگی که من میگم لااقل یک شو داشته باشید. اگه دو تا شو داشته باشید عزت نفس بیشتر دارید، و اگه سه تا شو داشته باشید بازم عزت نفس بیشتر دارید. بالاخره حتی یکی از این سه تا هم که شما داشته باشید به همون مقدار شما عزت نفس دارید. اولین ویژگی که ما در عزت نفس میخوایم اینه که شخص به جد خواستار این باشه که دیگران حقوق او رو محترم بدارند. نت میکنی؟ به جد خواستار این باشه در وجودش که دیگران حقوق او رو محترم بدارند. همین که من دلم میخواد و جدن دلم میخواد که کسی به حقوق من تعرض نکنه، این نشون میده من عزت نفس دارم، من خودم برای خودم عزیزم که دلم نمیخواد کسی به حریم من تجاوز بکنه. خب مگه کسی هست که نخواد که دیگران بهش تجاوز نکنن؟ همه ما دوست داریم که همه حقوق ما رو محترم بدارن و به حقوق ما تجاوز نکنن و به حریم ما در واقع اعتنا ببرزن. همه ما اینو میخوایم، به نظر میاد اینو میخوایم، ولی نه، نظران اینجوره. خیلی از ما چنان زندگی میکنیم که انگار بدمونم نمیاد دیگران حقوق ما رو محترم ندانند. نیت میکنی شما تو هر کدام از ما، یعنی کسانی که مثل منن، کسانی متعالی باشن اون حرف دیگه، اما اگه همه هر کدام از شما که مثل من باشی، اگه تو زندگیتون دقت بکنید میبینید یه رفتارهایی میکنید که خود اون رفتار به دیگران میگه حقوق منو محترم ندارید. به حقوق من تجاوز کنید، به حقوق من تعدی کنید، حقوق منو اگرم لگدمال کردید عیبی نداره، اشکال نداره. ما با رفتار خودمون گاهی وقتا این کار رو انجام میدیم. بنابراین اینجور نیست که فکر بکنیم که خب این عزت نفس به معنی اول رو که همه دارن. هر کسی قویاً و عمیقاً خواستار اینه که دیگران به حقوق او تجاوز نکنن و حریم او رو پاس بدارن. نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست به این جهت که اگر اینجوری بود رفتارهایی که دعوت میکنه دیگران رو به تجاوز به من، این رفتارها نباید میکردم، ولی میکنم. توجه میکنی؟ ببینید فرض کنید که شما یه شوخی با من میکنید، من از این شوخی خوشم نمیاد، توجه میکنید، ولی برای اینکه پاس خاطر شما رو دارم یه لبخندی هم میزنم، میگم چقدر شما خوشمزه اید، چقدر بزلگویی، این باعث میشه فردا شما یه شوخی با من میکنید بدتر از شوخی اول، و پس فردا یه شوخی با من میکنید بدتر از شوخی که قبلا کرده بودید. این یعنی با اون لبخندی که اول زدم و گفتم شما چقدر بزلگویی، چقدر شوخی، چقدر سر و زبون دارید، این یعنی این که بعد از این میتونید، از این ناحیه که میتونید به من تجاوز بکنید. اما اگر به محض اینکه این شوخی با من شد که من خوشم نمیاد، با قاطعیت بگم که من از این شوخی خوشم نمیاد و اگه تکرار بشه من از حق خودم دفاع میکنم، این معنیش اینه که دیگه لااقل از این پنجره نمیتونید به من تجاوز بکنید، دیگه این پنجره بسته شده به طرف شما. ولی ما کم نیست در زندگیمون که چون این مواردی برام پیش میاد، کسی ما رو حقیر میکنه، تحقیر میکنه، کوچک میکنه، اما در این حال واکنش متناسب نشون نمیدیم، توجه میکنید، و به اون میگیم که انگار این پنجره وجودم بازه، از این پنجره هر کار بخوای بکنی میتونی بکنی، از این پنجره اگه بخوای تو بیای میتونی تعرض کنی به حریم من.
اینات میکنید. من مثل مثلا فرض کنید مثال شما بزنم، خانمی هست که یکی از بزرگترین روانشناسان سلامت روانی هست به نام خانم ناتانیل براندن، که به تعبیر یکی از نویسندگان میگه گرو و مرشد همه کسانی است که در روانشناسی سلامت نفس کار میکنن، سلامت روان کار میکنن. ایشون اصلا در جایی در مهمترین کتابش که در این باب نوشته در باب سلامت روانی میگه اکثر تعرضاتی که به حقوق ما میشه مجوزش خود ما صادر میکنی. علت میکنی؟ میگه اکثر تعرضاتی که به حقوق ما میشه اینو در واقع مجوزش خود ما صادر کردیم با رفتار سابقه ما. حالا چه رفتار از مقوله گفتار و چه رفتار از مقوله کردار، بالاخره با گفتار و کردار خودمون به طرف گفتیم که من اونقدر مهم نیستم، من اونقدر عزیز نیستم، میتونی با من هر کاری بخوای بکنی بکنی، توجه میکنی؟ من اونقدر دژ استواری نیستم و میتونی، میخوای میتونی این کارو بکنی، این کارو انجام بدی. من حتی اگر با خانم براندنم موافق نباشم و بگم نمیشه بگیم اکثر آنچه که با ما میکنند رو خودمون دعوت کرده این که با ما بکنند، ولی میپذیرم که یه بخش چشمگیر و جالب نظری از تعرضی که به حقوق ما میشه مجوز این تعرض رو اصلا خود ما در واقع به دست طرف مقابل داده ایم. من فقط دوست دارم، چون این مباحث مباحثی نیست که آدم فقط تو کلاس بیاد یاد بگیره و یه کلمشو یاد داشت بکنه، نه، خوبه به درد زندگی ما بخوره. من دوست دارم هر کدام از ما یه مواردی از این رو تو زندگی خودمون تأمل بکنیم، ببینیم واقعا اینجوری نبوده ایم، رفتارهایی نکرده ایم که طرف مقابل رو متجری کرده نسبت به ما، جسور کرده نسبت به ما و گفته تو میتونی کار دیگه یه مگه بخوای من بکنی میتونی بکنی. این یک. پس اولین مؤلفه عزت نفس اینه که من قویاً و عمیقاً و جداً خواستار این باشم که دیگران به حقوق من تجاوز نکنن، ولی این عمق خواسته رو من باید تو رفتارم نشون بدم، چه رفتار از مقوله گفتار و چه رفتار از مقوله کردار، من باید تو اون نشون بدم. یک. اما معنای دوم عزت نفس، مؤلفه دوم عزت نفس اینه که عزت نفس معناش اینه که شخص در این حال که معتقد است وضع موجود او کاملا مطلوب نیست، وضع موجودش کاملا مطلوب نیست، در اینکه من عقیده دارم که وضع موجودم کاملا مطلوب نیست، ولی جدا معتقد باشم که می توانم به طرف وضع مطلوب تر حرکت کنم. به زبان ساده تر بگم، مؤلفه دوم عزت نفس یعنی این که من معتقد باشم که بهتر از این که هستم می توانم بشم، بهتر از این که هستم می تونم بشم، عقیده دارم که وضع موجودم وضع مطلوب نیست، اینو قبول دارم که وضع موجودم وضع مطلوب نیست، ولی در این حال خودم رو هم از رسیدن به وضع مطلوب یا لااقل به وضع مطلوب تر ناامید نمی بینم، یعنی به نظرم میاد که من می توانم بهتر از این که هستم بشم. وقتی کسی این احساس رو داره که من می توانم بهتر از این که هستم بشم، در واقع دو تا چیز رو پذیرفته، درسته؟ یکی این که پذیرفته است که وضع من بهترین وضع نیست، چون میگه میتوانم بهتر از این که هستم بشوم، یکی اینو پذیرفته که وضع من بهترین وضع نیست، یعنی قبول دارم که عیب و نقص دارم، قبول دارم که یک سلسله خلل و فرج های شخصیتی منشی دارم، یک سلسله عیب و ایرادهایی در من هست. اما یک پیش‌فرض دوم هم داره و اون که در عین حال قبولم دارم که اونقدر حقیر نیستم که دیگه قدرت جنبیدن نداشته باشم، زمینگیر نشدم به لحاظ روانی اخلاقی که دیگه نتونم تحرکی داشته باشم و نتونم به وضع مطلوبم حرکت بکنم.
درسته؟ بنابراین هر کسی که در بن وجودش معتقد باشه که من بهتر از این که هستم میتوانم بشوم، این پیش خودش عزیزه. اونی عزتش رو از دست میده که فکر بکنه که من بهتر از این که میتونم بشم، بهتر از این که هستم نمیتونم بشم. خیلی فرق از بین شما که با اینکه با مقصدتون 1000 کیلومتر فاصله دارید، ولی به نظرتون میاد هنوز پاهاتون سالمه و میتونید 1000 کیلومتر رو ذره ذره طی بکنید، و منم و من که همون 1000 کیلومتر رو با مقصد و مقصود خودم فاصله دارم، ولی هر دو تا پام در یک واقعی در واقع قطع شده. هر دومون 1000 کیلومتر فاصله داریم، اما شما معتقد این 1000 کیلومتر فاصله کم شدنیه، من معتقدم چون دو تا پاهامو از دست دادم دیگه این فاصله کم شدنی نیست، من دیگه همینجا که هستم میمونم. میشود من و تو از لحاظ اخلاقی و روانی هم اینجوری باشیم، هر دومون معتقد باشیم 1000 کیلومتر 1000 میلیون کیلومتر فاصله داریم با وضع آرمانیمون، اما تو معتقد باشی این فاصله رو من ذره ذره کمش میکنم، اما من معتقد باشم من دیگه بهتر از این نمیتونم. اگر اینجور باشه تو عزت نفس داری و من عزت نفس ندارم، تو پیش خودت عزیزی، ولی من دیگه وقتی به خودم نظر میکنم عزتی در خودم نمیبینم، ارزشی برای خودم قائل نیستم، چون میگم من دیگه همینم که هستم. اینم مؤلفه دوم عزت نفس. اما مؤلفه سوم عزت نفس که من دوست دارم که دوستان به این سوم توجه بکنن، چون خودش بازی شعبی پیدا میکنه، اینه که عزت نفس کسی داره که معتقد باشه من میتوانم و باید به خودم تکیه کنم، نه به هیچ موجود دیگری. من میتوانم و باید، هم میتوانم و دوستان دقت بکنن، هم باید، من میتوانم و باید به خودم تکیه بکنم. و بنابراین من نباید به هیچ موجودی غیر از خودم تکیه بکنم، چون میتونم به خودم تکیه بکنم و بایدم به خودم تکیه بکنم، بنابراین به هیچ موجود دیگری من نباید تکیه بکنم. ترجمه میکنیم به این معنا که من توانایی و بلکه وظیفه قدرت و بلکه وظیفه تکیه به خود دارم، به این معنا کسانی عزت نفس دارن که به غیر خودشون تکیه نمی کنند. اما میگم منظور به غیر خود تکیه نکردن یعنی چه؟ حالا عرض میکنم، اینم معنی سوم در واقع، یعنی تکیه به خود. این مؤلف سوم همون چیزی که روانشناسانش میگن سلف ریلانس، یعنی اتکای به خود، تکیه بر خود، راجع میکنید لمیدن به طرف خود، نه اینکه من بلمم به طرف یه موجود دیگری. اون موجود دیگه میتونه ماوراء طبیعی باشه ها، و اون موجود دیگه میتونه چی باشه؟ طبیعی باشه. خب حالا یعنی چه این؟ بدون اینکه بخوام خیلی به تفصیل سخن بگم، کسانی که به این نظر در روانشناسی سلامت روان رسیدن و در فلسفه، چون این سخن سابقش برمیگرده به اپیکور فیلسوف این المان سوم، این مؤلف سوم، اینا معتقدن که ما فقط وقتی به خودمون تکیه نمی کنیم که یا برای خودمون عقلانیت قائل نیستیم، یا آزادی قائل نیستیم، یا هیچ کدوم قائل نیستیم. با این که همه ما هم از عقلانیت کافی برخورداریم، هم از آزادی کافی برخورداریم، و بنابراین معنا نداره که به غیر خودمون تکیه بکنیم. بنات میکنید معنا نداره من به غیر خودم تکیه بکنم. من به مقداری از عقلانیت که برای بهبود زندگیم لازمه دسترس دارم، و به میزانی از آزادی که برای بهبود زندگیم لازمه دسترس دارم. من از ناحیه عقلانیت و آزادی کم ندارم که بخوام به موجود دیگری تکیه بزنم. اون مقدار عقلانیتی که برای بهبود بخشی به زندگی من لازمه و اون مقدار آزادی که برای همون مقصود لازمه، هر دو رو من به اندازه کافی ازش برخوردارم،
و انسانی که از عقلانیت و آزادی برخورداره دیگه به هیچ موجودی نباید تکیه بکنه. حد میکنید؟ من عقلانیت لازم و آزادی لازم، این دوتا رو به قدر کفایت ازش برخوردارم، بنابراین به شما تکیه نمی کنم. حالا گفتم، هنوز نگفتم تکیه نمی کنم یعنی چی، ولی حالا فعلا دارم میگم. عقلانیت وقتی گفته میشه در مقام عمل، مقام نظر مراده، آزادی در مقام عمل مراده. من در مقام نظر اونقدر عقل دارم که تشخیص بدم بین درست و نادرست، بین خوب و بد، بین چیزی که به مصلحت هست و چیزی که مصلحت نیست، بین چیزی که حقه و چیزی که باطله. من اونقدر از عقل برخوردارم که خودم بفهمم حق و باطل مرز دارن و چه چیزی حقه چه چیزی باطله، چه چیزی به مصلحته چه چیزی مصلحت نیست، چه چیزی خوبه چه چیزی بده، چه چیزی درسته چه چیزی نادرسته، چه کاری باید کرد چه کاری نباید کرد، وظیفه من کدامه، مسئولیت من کدامه، چه چیزی فضیلته چه چیزی رذیلته. من در مقام نظر تشخیص اینا رو برام امکان پذیره، و اما در مقام عملم من آزادی دارم که به اون تشخیصم عمل کنم. من اونقدر آزادیم کم نیست که نتونم به تشخیص خودم عمل بکنم، بنابراین از این آزادیم در مقام عمل استفاده میکنم. بنابراین عقلانیت تشخیص دارم و آزادی عمل به تشخیص. عقلانیت تشخیص و آزادی عمل به مقتضای تشخیص. توجه میکنید؟ شما کی به کسی تکیه میکنید؟ وقتی خودتون یا در دانایی ضعیف بدونید یا در توانایی یا در هر دو. خب حالا این نظر میخواد بگه نه در دانایی کم داری چون به اندازه کافی عقلانی، و نه در توانایی بند کم داری چون به اندازه کافی آزاد هستی. این دوتا مفهوم عقلانیت و آزادی، مخصوصا مفهوم آزادیش خیلی نیاز به توضیح داره که به چه معنا ما به قدر کفایت آزادی داریم، به چه معنا منقصتی در توانایی ما نیست. خیلی بحث پیچیده‌ای میخواد. اونجاست که من باید بگم ما یک سلسله آزادی‌های زیست شناختی حتی لازم داریم، یک سلسله آزادی‌های روان شناختی لازم داریم، یک سلسله آزادی‌های جامعه شناختی لازم داریم و یک سلسله آزادی‌های تاریخی لازم داریم. ولی در واقع میخواد بگه قائل به این قول، میخواد بگه ما همه اینا رو به اندازه کفایت داریم، به اندازه کفایت ها. دوستان توجه بکنن، اگر شما یه روز اومدید به من گفتید که ملک جان من باید تو ثروت به تو تکیه کنم، بگم چرا؟ بگید به خاطر این که من 10 به توان 40 تومن ثروت ندارم. من به شما چی میگم؟ میگم ببین تو قبول دارم تو 10 به توان 40 تومن ثروت نداری، درسته؟ یعنی 1 با 40 تا 0 جلوش اینقدر ثروت نداری، ولی خب این مقدار لازمم نداری، لازم لازمم نداری. تو به مقدار لازم ثروت داری، بنابراین تو نباید در ناحیه ثروت من متکی باشی. این قول نمیخواد بگه ما عقلانیتمون 100% ها، آزادیمون 100%. میگه اون مقدار که برای یک زندگی خوب به عقلانیت و آزادی نیاز داریم داریم. توجه میکنی؟ من اینو برای سوء استفاده میگم که خیلی ها میکنن از این که ما عقلمون کامل نیست. توجه میکنی؟ 100% نیست. بله البته همینطوره، هیچ کس ادعا نکرده ما عقلمون کامله، اما بسته که این مقدار عقلی که داریم برای بهبود زندگیمون کفایت میکنه یا نه. کامل نیست اما کافی هست، و چون کافی هست من نیازی ندارم به این که به تو تکیه بکنم. توجه میکنی؟ خب پس به تکیه به خودم نه فقط حق من بلکه وظیفه من، حق منه که به خودم تکیه کنم و وظیفه من خودم به خودم تکیه کنم. به میزانی که شما در مخیلتون در اعماق وجودتون خودتون رو متکی به کس دیگری بدانید، با معنی از اتکا که خواهم گفت، و به اون معنی شما در واقع عزت نفس برای خودتون قائل نیست، خودتون پیش خودتون حقیرید، بیمقدارید. خب حالا دو تا نکته رو بعد اینجا توضیح بدم. من نکته اول اینه
که همین مؤلفه سومی که الان محل بحث ماست، چون من گفتم سه تا مؤلفه قاعدم دیگه، درسته؟ این مؤلفه سومی که من می‌خواستم بگم، این معناش به طور تفصیلی چیه؟ به طور تفصیلی معناش چیه؟ من گفتم که حق ما و بلکه وظیفه ماست که به خود تکیه کنیم. اما حالا بگید بازش کنید که چجوری حق ما و بلکه وظیفه ماست که به خودمون تکیه بکنیم. اینجاست که چهار تا نکته باید بهش دقت بکنید. این چهار تا نکته هر سه تا به مؤلفه چندم مربوط میشن، به مؤلفه سوم. اگر من معتقد باشم به عنوان یک انسان، معتقد باشم که هدف یا اهدافی که برای زندگی خودم تعیین کردم هدف یا اهدافی هستند که از عقلانیت کافی برخوردارند، این یک. هدف یا اهدافی که برای زندگی خودم تعیین کرده ام، این هدف یا اهداف از عقلانیت کافی برخوردارند، این یک. دوم، معتقد باشم که وسائلی که برای رسیدن به اون هدف یا اهداف انتخاب کرده ام، این وسائل، این ابزارها از عقلانیت کافی برخوردارند. سوم، اگر معتقد باشم که برنامه ریزی که برای رسیدن به هدف یا اهداف خودم دارم، این برنامه ریزی از عقلانیت کافی برخورداره، سه تا. و چهارم، اگر معتقد باشم که من توانایی لازم برای اجرای اون برنامه ریزی رو دارم. فرق اون سته اول با این چهارمی چی بود؟ اون سته اول به عقلانیت مربوط شد، این آخری به آزادی مربوط میشه، درسته؟ به توانایی مربوط شد. من توانایی کافی برای اجرای برنامه های تعیین کرده خودم رو دارم. این چهار تا رو اگر من داشته باشم، معناش اینه که من مؤلفه سوم رو دارم، یعنی معتقدم دیگه من نباید به کسی تکیه بزنم، تکیه بکنم. درسته؟ اما این مطلب اول که باید میگفتم. مطلب دوم که باید اینجا بگم، خود تکیه کردن یعنی چی؟ درسته؟ شما میتونید حتی یک صدم مایحتاج زندگیتون خودتون تأمین کنید که بگید خودم مثلا کشاورزی میکنم برای مواد خوراکیم، خودم هم فرض کنید که لباس خودم رو خودم مثلا فرض کنید که نخشو میریسم، خودم هم لباسو میبافم، خودم هم میدوزم و کفشم همینطور. و به همینطور مسلمه که ما یک هزارم، یک ده هزارم، یک میلیونیوم آنچرا که برای زندگیمون نیاز داریم ما خودمون که انجام نمیدیم، دست نیاز دراز میکنیم به طرف حسن و حسین و تقی و نقی و زهره و زهره، درسته؟ وقتی اتکا با اتکا منافات نداره، این اتکا نیست. ما داریم چی کار میکنیم اینجا؟ اینجاست که ما توجه به این بکنیم که ما یه چیزی داریم تحت عنوان به گفته روانشناسان taking and giving، یعنی داد و ستد، و یه چیز داریم به نام تکیه. ما تکیه رو نفع میکنیم، نه داد و ستد رو. حالا باید فرق بین تکیه و داد و ستد رو خدمت دوستان عرض بکنم. ما البته نیازهای فراوانی داریم به انسانهای غیر خودمون، کما اینکه اون انسانهای غیر ما هم به تک ما آدمیان نیازهای فراوانی دارن. بنابراین وقتی من از شما کار رو میخوام برام انجام بدی، تکیه به شما نکردم، به شرط اینکه از مقوله داد و ستد باشه. توجه میکنید؟ تکیه است که ما میگیم نباید داشت. خب تکیه با داد و ستد فرقش چیه؟ چه فرقی هست بین تکیه و داد و ستد؟ دو تا فرق عمده بین تکیه و داد و ستد وجود داره که هر دوش مهمه. البته بعض از روانشناسان سلامت روان بیش از دو تا فرق میبینن بین تکیه و داد و ستد. من خودم به نظر میاد همه فرقای دیگه به همین دو تا قابل فروکاستنه. اولا در تکیه من فقط گیرنده ام از تو،
ولی چیزی به تو نمیدهم. توجه میکنی؟ اما در داد و ستد من هم گیرنده هم هم دهنده هم. شما در نظر بگید دو تا خشت رو، دو تا آجر رو شما به صورت مثلا با زاویه، مثال میزنم البته، با زاویه مثلا 80 درجه به هم تکیه بدید. فرض کنید که این خشت دلش میخواسته بیسته روی پای خودش اما نمیتونست. اون خشت هم فرض کنید دلش میخواسته روی پای خودش وایسته ولی نمیتونسته. خب الان چیکار کردن این دو تا؟ هر کدامشون هم به مقصود خودش رسیده و هم دیگری رو به مقصود خودش رسونده. درسته؟ خب این نمیتونست که خودش فرض میکنه تکیه مثلا جوری میتونست خودش وایسه. خب این خواست وایسه، نمیتونست وایسه، اینم نمیتونست وایسه. اما الان که اینجوری با زاویه 80 درجه شما به هم تکیهشون میدید، این اینو نگه میداره. اما اولش از ناحیه اینم نگهدارندگی داره، اونم همین جوره، هر دو برای همین کارو میکنن. اما من و عصا رو هم در نظر بگیری دیگه، مثال من و عصا مثل این نیست. من میگم خب من به عصا تکیه زدم، میگم تکیه زدی، ولی عصا هیچ وقت دلش نمیخواست که وایسه که تو بگی خب حالا من به تو تکیه زدم، منم تو رو نگه داشتم. عصا دلش میخواد همونجا کنار دیوار گذاشته باشه. در واقع من از عصا فقط دارم یه چیزی میگیرم اما به عصا چیزی نمیدم. من به عصا تکیه کردم اما واقعا آجر به اینجا تکیه نکردم. این دو تا آجر داد و ستد با هم دارن. نت میکنی؟ با فرض اینکه هر دوشون دلشون میخواسته وایسن و نمیتونستن وایسن. بنابراین اول فرق بین تکیه و داد و ستد اینه که تکیه یک جریان یک سویه است، اما داد و ستد یک جریان دو سویه است و چون دو سویه است با عزت نفس ما منافات نداره. بدونی؟ چون دو سویه است. اگر یک کسی هر روز صبح بیاد برای شما کاری انجام بده، یعنی یه شیشه شیر بذاره پشت در خونتون یا روزنامت میبره پشت در خونتون یا هر روز کفشات نوواکس بزنه یا هر وقت میخوای جایی برید بیاد عرض میکنه شما رو ببره، انات میکنی؟ اینجا واقعا اون کس الان چه هست؟ این کس دیگه پیش خودش عزیز نیست. من هم چی خودم دیگه عزیز نیستم، چون دائما دارم چیکار میکنم؟ تکیه میکنم به او، برای روزنامه هم، برای شیرم، برای باکس کفشم، برای مسافرتم. درسته؟ اما در این حال اگر اون هر روز بیاد روزنامه من رو در خونه، ولی منم هر روز 10 دقیقه درس براش بگم، فرض کن، این دیگه با عزت نفس هم منافاده. چون من فقط از اون نمیگیرم، دارم یه چیزم بهش میدم. تکیه فقط گرفتنه و اینه که با عزت نفس منافات داره. انات میکنید؟ وگرنه ما هممون در زندگیمون داریم داد و ستد با یک دیگر میکنیم و تا وقتی داد و ستد است با عزت نفس منافات نداره. وقتی تکیه میشه با عزت نفس منافات داره. این نکته اوله. و اما نکته دوم اینه که در داد و ستد هر کسی در ناحیه وسائل داد و ستد رو انجام میده، اما در تکیه ممکنه طرف، من ازش چی میخوام بگیرم؟ هدف میخوام بگیرم. ببینید من میرم در مغازه یه سوپرمارکتی، بعد میگم که 1 کیلو پنیر به من بده، به من میده، بعدم من پول 1 کیلو پنیر بهش میدم. اینجا داد و ستد. درسته؟ یه وسیله‌ای به نام پنیر برای من لازم بوده، یه وسیله‌ای هم به نام پول برای طرف مقابل لازم بود. درسته؟ اما اگر یک عرض میکنم که سوپرمارکتی باشه که هر وقت من 1 کیلو پنیر ازش بخرم، بگه در ضمن حواستون باشه نمازتون رو ترک نکنید. راجع میکنید؟ انسان در زندگیش باید اینگونه باشد، آنگونه نباشد. دیدید که لحظه اینجوریه. خب من اینجا میگم آقا ما بنا بود در ناحیه وسائل چه داد و ستد کنیم، بنا نبود من هدف زندگیم رو از حضرت عالی دریافت بکنم. توجه میکنید؟ شو پنیر به من بدی، منم پول شما رو به شما میدم. دو تا وسیله رد و بدل میکنیم. توجه میکنید؟ معلم بخواد، معلم رفتم پیشش فیزیک یاد بگیرم، میگه خب من قبل از این که به دانش آموزان عزیز فیزیک یاد بدم بهشون بگم که انسان باید در زندگیش به پدر و مادرش احترام بگذارد، بگذارد میشه دیگه. و
توجه میکنید به جای بگذاره. عرض میکنم که ما میگیم آقا ما اومده بودیم، ما به یه وسیله به نام فیزیک نیاز داشتیم، شما به یه چیزی به نام پول ما نیاز دارید، ما اومده این پول رو به شما بدیم، شما فیزیک ما یاد بدید. هدف در زندگی به من نده، توجه میکنید؟ در داد و ستد فقط وسائل مبادله میشن، منت میکنید؟ فقط وسائل مبادله میشن، نه چیز دیگه. اما در تکیه من دارم اهداف زندگیم از تو میگیرم، هدف زندگیم از تو میگیرم. و همیشه دوستان باید بدونن به محض اینکه با سر و کارتون با هدف یا اهداف زندگیتون شد، در اونجا دیگه شما نباید از کسی چیزی دریافت بکنید، وگرنه با عزت نفستون منافات داره، اینجا دارید بهش تکیه میکنید. اما هدفتون روشن کرده اید، برای رسیدن به هدف یه وسایل نیاز دارید، همه اون وسایل تو اختیار خودتون نیست. خب بسیار خوب، میرید به یک کسی میگید من وسیله نیاز دارم، وسیله من بده، در مقابلش هم چیزی بهش میدید. بنابراین این taking and giving، این داد و ستد همیشه در ناحیه وسایل صورت میگیره، اما هدف یا اهداف عالی هیچ وقت نمیتونن از دیگری گرفته بشن. اگر من هدف یا اهدافم از شما گرفتم، من دیگه به شما تکیه زدم. اما اگر بودم وسیله رسیدن به هدف یا اهدافم از شما گرفتم، من دیگه به شما تکیه نزدم، چون وسیله دارم از شما میگیرم. عقلانیت و آزادی ما در واقع اقتضاش این عقلانیت لازم و کافی رو داریم و آزادی لازم و کافی رو داریم، اینه که من در اون نواحی به شما تکیه نباید بزنم. این در واقع، اینم در واقع پس در باب عزت نفس. حالا دوستان توجه بکنن، من گفتم که عزت نفس یکی از ستاره که ما داشته باشیم، به میزانی که همین یکی از ستاره داریم عزت نفس داریم، یعنی به میزانی که من میخوام و عمیقا میخوام که کسی به حقوق من تجاوز نکنه، به میزانی که من عمیقا معتقدم بهتر از اینی که هستم میتوانم بشوم، عمیقا معتقدم به این، و به میزانی که تکیه کردن بر خود رو وظیفه خود میدونم، حق خود و بلکه وظیفه خود میدونم، به این میزان من عزت نفسه. درسته؟ اینو بهش گفتم عزت نفس. اما بعضی از روانشناسان گفتن که این که فلانی مثلا بنده میگم به میزانی که اولیو داریم عزت نفس داریم، اگه دومی هم داشته باشیم عزت نفسمون بیشتره، و اگه سومی هم داشته باشیم عزت نفسمون بیشتره، این درست نیست. سه تا رو باید با هم داشت، وگرنه عزت نفس نداره. من وارد این بحث نمیخوام بشم، این بحث یه جایی وقت من چند سال پیش این بحث رو کردم و دیگه نمیخوام واردش بشم. ببینید اگر میخواستم از ترمینولوژی قدمایی استفاده کنم، میگن این سه تا علی وجه الجمعیه، نه علی وجه البدلیه. توجه میکنید؟ نه، یعنی اینو اگه داشته باشید و اگه اونو داشته باشید و اگه اونو داشته باشید، هر کدامش به اندازه یه سومش رو دارید. مثلا این مثل این که قائلیم به این که این سه تا ویژگی علی وجه البدلیه به گفته علمای قدیم ما در واقع عمل میکنند و عزت نفس ما رو تامین میکنند. این میخواد بگه نه، علی وجه الجمعیه، یعنی اگه هر سه تاشون جمع شدن با هم تو عزت نفس داری. نه اینکه خب حال دومی رو ندارم ولی خب اولی که دارم عوضش، سومی رو ندارم ولی اولی دومی که دارم. این قول میخواد بگه اینجور نیست، توجه میکنید؟ خب خود من البته به این قائل نیستم. من معتقدم ما عزت نفسمون سه تکه ایه. تکه اول داشته باشیم به اندازه همون تکه اول عزت نفسی داریم، تکه دوم به همون اندازه و تکه سوم به همون اندازه. نه اینکه یا باید هر سه تا رو داشته باشیم یا اگه نداشته باشیم دیگه عزت نفس نداریم. شکی البته نیست که این سه تا عنصر ممکنه در زندگی های ما اهمیتشون به یک اندازه نباشه، این البته شکی نداره. ترجمه کنیم، اولی من داشته باشم بالاخره یک سوم عزت نفس رو مثلا دارم، دومی هم داشته باشم یک سوم دومش رو دارم، سومی هم داشته باشم یک سوم سوم، ولی انگار این سه تا یک سوم ها دقیقا یک سوم نیستن، یکیشون ممکنه مهمتر از دیگری باشه و به همین ترتیب. و من خودم معتقدم که اولی مهمترینه. این که به کسی اجازه ندم به حقوق من تجاوز بکنه، این مهمترین عنصره. و اگه دوستان دقیق و نظری در اینجا باشن، چه بسا بعضشون بگن اصلا دومی و سومی از اولی قابل استخراجه. اون مؤلفه دوم و مؤلفه سوم چه بسا بشه گفت از اولی کاملا قابل استخراجه. توجه میکنید؟ حالا من با این بحث نمی کنم،
که از اولی قابل استخراج هست یا از اولی قابل استخراج نیست. درسته؟ فعلا همه روشن شد در دوستان.